شنیدم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت. مقاله اطلاعات علیه آیت الله خمینی و به دنبال آن خونریزی در قم مخالفان دولت و به خصوص روحانیون را جریتر کرد. حتی آیت الله شریعت مداری که پیوسته جانب احتیاط را مراعات می کرد از رفتار دولت سخت انتقاد کرد. ما از دولت می خواهیم که به داد مردم برسه، به حرفه های حق اهل علم گوش بدن و خادمین را خائن، خائنین را خادم تصور نکنند. این مردم اکثرشون مسلمونند، اکثرشون علاقه دارند. اگر خودشان فاسق باشه ولی امام را میخواد، دین را میخواد، تمایلش رو مذهبه. پس صلاح دولت در این است که اسلام را هرچی میتواند به معنای واقعیش بگیره، نه به معنای سوری. صلاح در این است که گوش به حرفه های حق اهل علم بدن و داد مظلومین را برسید. و کسانی چون آیت الله صادق روحانی صریحاً از شاه می‌خواستند تا به قانون اساسی و متمم آن مو به مو عمل کند. ما فعلا از موضع قدرت نه به حساب ضعف و ناتوانی به عنوان مقتدر از دولت چند درخواست داریم و خواسته های ما باید اجرا بشن. اولا اینکه قوانین اسلام باید مو به مو اجرا بشن و هر قانونی که برخلاف قوانین اسلام است، این قوانین باید از بین برد. همین جوری که در مواد از متمم قانون اساسی ماده 1 و 29 و 36 این جهت تصریح دارد به این که قوانین مملکت باید قوانین اسلامی باشد و قوانین اسلام هم باید هر قانونی عرضه بر علما و مراجع تقلید بشد. اگر اونها تشخیص دادن این قانون قانونی است موافق اسلام قابل اجرا و اصلاح قابل اجرا نیست، و حتی شخص اول مملکت اگر بر طبق این قوانینی که علما تعیین کردن و به عنوان قانون اسلام است اگر او اجرا نشود، شخص اول خود به خود منعزل است. اینها باید اجرا بشن. ثانیاً این که تبعیدی های ما، زندانیان ما، اما از اهل علم و غیر اهل علم، باید همه اونها آزاد بشن و برگردن. سوم این که حضرت آیت الله عظمای خمینی باید مراجعت به ایران بفرمایند و رفع من از ایشون بشد و برگردن به ایران و رهبری ملت را در دست بگیرند و اداره کنند اینجا را. این هم خواسته ماست. چهارمی این که مسببین این فاجعه از مقام باید عدل بشن و محاکمه بشن و محاکمهشون هم علنی باشد. در چهلم حوادث قم در سرتاسر ایران مراسم عزاداری برپا شد و در برخی از شهرها نظامیان مداخله کردند. در شهر تبریز کار به خونریزی کشید. در ستاد بزرگ ارتشداران جلسه‌ای برای بررسی علل حادثه تبریز تشکیل شد که ارتشبد قره‌باغی هم در آن جلسه شرکت داشت. در اون جلسه بررسی هایی که شد، البته قصوری متوجه رئیس شهربانی هم بود، ولی بیشتر تقصیر رو در اون جلسه متوجه شدیم که مسئول اصلی استاندار وقته که سپه بود اسکندر آزموده بود. خب با برابر گزارشاتی که داده بودن احساس شد که شهربانی هم اونطوری که باید شاید پیشبینی نکرده بوده و اون اقداماتی که میتوانست که شاید جلوشی بگیرن نکرده بوده. البته خب بیشتر اونطوری که احساس شد ناشی از این دستور استاندار بوده که گفته بود در مساجد رو ببندن، بسته بودن، راه نداده بودن. یعنی تحریکاتی به این طریق هم پیش آمده بود و این جرقه بوده است که جلوگیری و خشونت و فلان اینها سبب شد که این اتفاقات افتاد. زنجیره روزهای چهلم یکی پس از دیگری ادامه میافت. در چهلم تبریز مراسم بزرگی در شهر یزد برپا بود که خود به حادثه ای دیگر انجامید. مگر مردم تبریز چه میخواستن که جوابشان را با گلوله های داغ دادن؟ مردم تبریز مگر چه مالی از ستی طرف کردن
که میبایستی با مسلسل اینها را درو کند. مگر چه میخواستن؟ اینها آزادی میخواهن، اینها اجرای قوانین دینیشان که در قانون اساسی خودتان راجع به این صحبت شده میخواهند. ما در اینجا در این محضر مقدس ما همان میخواهیم که مردم تبریز خواستند که مردم قم میخواهند و ما همان میخواهیم که مرجع آگاه قربینش ما حضرت آیت الله العظم الخمینی میخواهد. وجود مقدس حضرت آیت الله العظما آقای منتظری آیت الله طالقانی هر چه زودتر از زندان در نزد ارادتمندانشون بازگردن. در پی این مراسم مردم هیجان زده به خیابان‌ها رفتند که با قوای انتظامی مواجه شدند. و این حوادث یزد که به خونریزی انجامید خود منشأ هیجان‌های تازه شد. خشونت بالا گرفت و سرانجام آنگونه که علی اصغر حاج‌سید جوادی میگوید در تابستان در اصفهان حکومت نظامی اعلام شد. مسئله اصفهان از اونجا شروع شد که ارتش و به هر حال سربازها شروع کردن به مردم و راننده‌های تاکسی، راننده‌های معمولی یعنی مسافرین، صاحبان ماشین که در خیابان‌ها عبور می‌کردند به زدن و شیشه شکستن و به طور خیلی خشنی روبرو شدن. من اطلاع دقیق تر از این نظر دارم که یه گزارشی هیئتی مأمور شدند به ریاست یکی از سپهبدهای ارتش برای رسیدگی به مسئله اصفهان. گزارشی که این سپهبد در اون موقع داده بود تأیید کرده بود که خشونت شدیدی از طرف ارتش نسبت به مردم ایجاد شده و ماشین‌ها رو شکستند و اینا. این مسئله با اینکه به صورت یک گزارشی هم برای شاه تهیه شده بود انعکاسی پیدا نکرد که ارتش رو دست به عصا تر بکنه و در رفتارش با مردم محتاط تر بکنه، برای اینکه بعدها دیده میشه که در سایر شهرها همین خشونت در مثلا بعد در قزوین، بعد در مشهد، در کرمان به همین صورت ارتش عمل میکنه. یعنی در واقع به یک نوعی نمیدونم جو حساب شده یا حساب نشده فکر میکردن که خب این ضربه ها هر کدوم ممکن است که اثر وحشت و احتیاط و ترس در مردم برانگیزه، خب خود به خود به نفع دستگاه و رژیم خواهد بود، در حالی که در عمل دیده شد که به کلی برعکس بود و هر چقدر شدت فشار ارتش رو مردم شدیدتر میشد حرکت مردم نسبت به ارتش شدیدتر شد. اعلام حکومت نظامی در اصفهان و توابع اوضاع را آرام نکرد. ارتش بود قره‌باغی میگوید حتی دولت دقیقاً نمیدانست آیا سیاست شاه کنار آمدن با مخالفان است یا سرکوب آنها. بعد از اینکه من رفتم به وزارت کشور گزارشی از استاندار که آیزاد بود، استاندار اصفهان، گزارشی رسید که او تقاضا کرده بود که برابر بررسی که شده است، چون مامورین نخواهند توانست بعد از پایان این حکومت نظامی نظم در شهر اصفهان برقرار بکنند، تقاضای تمدید حکومت نظامی در اصفهان را کرده بود. در وزارت کشور گفتیم بخواهید اطلاعات و از جاندارمری شهربانی دارم، هر کدوم ساواک بخواهید و مطالعه کنید ببینیم که چه چیزهایی هست. من همینطوری نمیتونم پیشنهاد تمدید رو بکنم
بعد از بررسی های جامعی کردن گزارش آوردن برای من که بله این به تحقیق شد، معلوم شد که مامورین انتظامی این راه رو آسان ترین راه برای حفظ نظم چون میدونن این است که میخوان که به همین طریق این موضوع ادامه داشته باشه و الا اگر حکومت زمین تمام بشه گرفتاریاشون زیادتر خواهد شد. من گفتم این دلیلی قانع کننده نیست، این درست مخالف اون چیزی است که ما به اون منظور اومدیم که بخواه آزادی اجتماعات میخواییم بدیم و آزادی مطبوعات میخواد باشه که با دورتی به حکومت زمین. من این دلیل برای من قانع کننده نیست. من دو گزارش جامعه بردم به هیئت دولت و در هیئت دولت مطرح کردم، همه تصویب کردن که حکومت نظامی تمدید نشود. ولی چند روز بعد، سه روز چهار روز بعد آقایون آمدن و به ما گفتن که ضرورت دارد در تمام مملکت و اون حکومت نظامی رو به اون صورت در 27 مرداد دو روز پس از اعلام حکومت نظامی در اصفهان شاه با خبرنگاران سخن گفت و اوضاع آن روز ایران را با مرداد 1332 مقایسه کرد و پیشرفت‌های دوران سلطنت خود را برشمرد. اونهایی که در جستجوی ارقام هستند با آسونی می‌توانند دنبال ارقام و مقایسه باشند که ما در 25 و 28 مرداد 2500 چه بودیم، چه داشتیم و امروز چی هستیم و چه خواهیم شد. ما به شما نوید و وعده تمدن بزرگ با جزئیاتش رو به شما میدیم و دیگران فکر میکنم که به شما وعده وحشت بزرگ بدهند، باز مقایسهش با ملت ایران. فردای همان روز سینما رکس آبادان آتش گرفت و چند صد نفر کشته شدند. خبر این حادثه از رسانه‌های جهان و از جمله بی بی سی پخش شد. دولت ایران می‌گوید که حمله تروریستی دیشب را که به مرگ تقریباً 400 نفر در سینمایی در شهر آبادان انجامید رسماً بررسی خواهد کرد. بر طبق اخبار رادیو ایران تاکنون اجساد 377 نفر از زیر آوار سینما بیرون آورده شده و گروه‌های امدادی هنوز مشغول جستجوی خرابه هستند. سینما دیشب پر از تماشاچی بود که ناگهان تروریست‌ها به هر چهار گوشی ساختمان آتش زدند و از آنجایی که درهای خروجی سینما قفل بود تماشاچی‌ها نتوانستند که از ساختمان فرار بنمایند. خبرنگار بی بی سی در تهران می‌گوید که این ضایعه پرتلفات‌ترین حریق عمدی بوده که اخیراً در ایران صورت می‌گرفته. دیشب یک سینمای دیگر این بار در شیراز سوزانده شد و انفجار بمبی در رستورانی یک نفر را زخمی ساخت. در هفته گذشته هم 3 نفر در حریق سینمایی در مشهد کشته شدند. در فضای آن زمان همه مخالفان دولت را مسبب این کشتار می دانستند و برخی هم عناصر افراطی مذهبی را عامل آن معرفی کردند. دکتر کریم لاهیجی که جریانات حقوقی این قضیه را پیگیری کرده است می گوید که انگیزه و مسببین واقعی ماجرا مشخص نیست. در یه جامعه‌ای که آزاد بودن خبر و اطلاعات و محافل خبری و مطبوعات و رادیو تلویزیون وجود نداره، واقعا آدم در هر حادثه اجتماعی نمیدونه که اصل قضیه چی بوده. همیشه دور هر قضیه اینقدر رمز و کنایه و عرضم به حضورتون استتار و پنهانکاری و حدیث و مطلب هست که نمیشه گفت صحیح کدومه و سقیم کدومه. تو این قضیه هم شاید در ابتدا آتش سوزی باز یک حرکت حساب نشده چند نفر عناصر به اصطلاح مرتجع و عقبونده مذهبی قضیه بوده که یک محل فساد و یک محل عیاشی رو به آتش بکشن، ولی از طرف دیگه هم وحشتی که دستگاه و مقامات انتظامی برای مردم به وجود آوردن از نظر نمیدونم بستن اطراف سینماها و حمله و اینجور چیزها خب باعث شد که این کشتار عظیم صورت بگیره. اون زمان کل مردم، یعنی اینقدر رژیم شاه بد عمل کرده بود که هر اتفاقی در ایران و جامعه ایران اتفاق میافتاد مردم گفتن دست ساواک و دست شاه. اون موقع مردم به این نتیجه رسیده بودن که واقعا کار رو ساواک و رژیم کرده. بعدن هم که رژیم جمهوری اسلامی به اصطلاح یه محاکمه ای کردن اینها، واقعا مشخص نشد که این قضیه کار کی بوده، ولی خب میدونید که علت اصلی سقوط دولت آموزگار این حادثه بود. پس از این آتش سوزی دولت آموزگار سقوط کرد و شاه مهندس جعفر شریف امامی را به نخست وزیری برگزید.
مهندس شریف امامی هدف دولت خود را آشتی ملی و سازش دادن میان طبقات مختلف اعلام کرد. تمام طبقات ما سازش وجود داریم، با هم تفاهم پیدا بکنیم، با هر و همه اینها صحبت بشه، بحث بشه، اختلافات برطرف بشه، نظراتی که اونها دارن اون چه صحیحه. یکی از انتقادات مخالفان آنچنان که آیت الله صادق روحانی میگوید تغییر تقویم هجری به تقویم شاهنشاهی بود. نمیدانیم مرتجع ما هستیم که فقط تقاضامون اجراء قانون اسلام، اجراء قوانین مملکت، مراعات اصول حقوق بین المللی. ما مرتجعیم که این رو میگیم، اما اونهایی که احیاء سنن ما قبل اسلام رو میکنن، احیاء سنن آتش پرستی، احیاء سنن کسانی که غیر از زور و قلدری و بدبختی بر ملتشون چیزی نداشتن، جشنهای 2500 ساله میگیرن، ماده تاریخ اسلام را عوض میکنن، اونها مرتجع نیستن، ما مرتجعیم. از نخستین اقدامات دولت مهندس شریف امامی برگرداندن تقویم هجری و لغو نظام یک حزبی بود که همان روز آغاز نخست وزیریش از رادیو تهران اعلام شد. بنابراین اکیداً دستور فرمایش در مکاتبات و مراسلات و اسناد و مدارکی که از حوزه آن وزارت به ادارات تابعه صادر می شود مفاد این قانون را اجرا و منظور دارند و البته تاریخ شاهنشاهی یا هجری قمری یا میلادی را بر حسب مورد بین الهلالین حکم فرمایند. آقای منوچهر آزمون وزیر مشاور در امور اجرایی گفتند به موجب قانون اساسی فعالیت همه احزاب آزاد خواهد بود و رستاخیز دیگر نمیتواند یک حزب فقیر باشد. اما هیچ یک از این اقدامات اوضاع را آرام نکرد. دکتر شاپور بختیار انتصاب مهندس شریف امامی را یکی دیگر از خطاهای شاه میداند. اگر که بعد از آموزگار حتی می آمدن به یه وضعیتی درست می کردند که دیگه شریف امامی نمی آمد و دهن کجی به ملت ایران، وقتی شد که یه آموزگاری رو که بالاخره آدمی به فساد مشهور نبود بابا برمیدارن، یه تکنوکراتی بود و یه آدم باهوشی بود، پرکاری بود، چیزی بود، برمیدارن به شریف امامی که قبلا هم بوده و خودش میگه من قمارخانه رو امروز دادم بستن. خب آقا خودت دارشون میکردی در 20 سال، این که نمیشه. اعتراضات ادامه یافت و در روز 13 شهریور که مصادف با عید فطر بود اولین راه پیمایی بزرگ تهران برگزار شد. خبرنگار بی بی سی در تهران در میان شاهدان این راه پیمایی بود. در تهران تظاهرات آرامی که صبح زود از قیطریه در شمال شهر شروع شده بود ضمن حرکت به سوی قسمت جنوب غربی شهر با پیوستن سایر راهپیمایان از سایر نقاط شهر تعداد آنها به بیش از 100,000 نفر رسید. این تظاهرات طرف غروب با آرامش به پایان رسید. تظاهر کنندگان نه تنها با پلیس و سربازان برخوردی نداشتند، بلکه آنها را غرق در گل و بوسه کردند و در حالی که آنها را برادر خود می‌خواندند در همان حال بر علیه شاه و دولت وی شعار می‌دادند و دعوت به یک روز اعتصاب دیگر در روز پنجشنبه می کردند. دکتر سنجابی که به ریاست جبهه ملی انتخاب شده است، امروز در یک مصاحبه با خبرنگار ما این تظاهرات و راهپیمایی ها را نوعی رفراندوم ملی خواند. وی گفت که این تظاهرات انضباط، خواست و درایت مردم ایران را به خوبی نشان داد. دکتر علی امینی که از نخست وزیران پیشین ایران نیروی پلیس و ارتش را به خاطر درک احساسات مردم مورد تحسین قرار داد. حتی روزنامه رستاخیز که طرفدار دولت است امروز صبح در یک سرمقاله به بلوغ فکری که مردم در ابراز نظریات خود نشان داده بودند اشاره کرد. امروز هیچ کدام از مقامات دولتی ایران حاضر نشدند در این مورد اظهار نظری بکنند، ولی تمام روزنامه‌ها تصاویر تظاهرات تهران را چاپ کردند و عناوینی از قبیل تظاهر کنندگان حرفهایشان را با گل بیان کردند به چشم می‌خورد. به گفته دکتر علی امینی دولت و شاه از کثرت و نظم جمعیت تعجب کرده بودند. این دستگاهش با هم نمی‌خوند. وقتی من گفتم این روز فطر این جمعیت که به این ترتیب رفته، این سازمان امنیت چون کارش چیه؟ گفت خاک بر سر این دستگاه.
گفتم خب خاک بر سر این دستگاه، خب دستگاه چی کار میکنه؟ این نتونه تشخیص بده که این قشهای مختلف اینا کی هست؟ این هم دعای نظم و ترتیب بده، این چیزی. برای اولین بار بسیاری از زنان در راه پیمایی عید فطر شرکت کردند. دکتر هما ناطق شاهد این راه پیمایی بود. زنان در انقلاب ایران به اشکال مختلف تظاهرات کردند و به اشکال مختلف مبارزه کردند. به بزرگترین بسیجی که زنان کردند توی انقلاب روز عید فطر بود که مسلمان‌ها ترتیب داده بودند و برای اولین بار بود که میشد گفت که حتی تعداد زنان بر مردها میچربید و اولین بار بود که در یک تظاهرات همه با نه تنها حجاب اسلامی بلکه با حجاب سیاه خلاصه آمده بودن و برای ماها که از دور تماشا می‌کردیم این تظاهراتو خلاصه یکی از این عجیب‌ترین منظره‌هایی بود که دیدیم، یعنی یکه خوردیم و اینا خانواده‌های این افراد مذهبی بودن که آمده بودن، ولی زن‌های تحصیل کرده و زن‌های روشنفکر که هیچ سازمان و گروهی در واقع پشت سرشون نبود نمیدونستن که چه خواهد شد، برای خاطر اینکه کسی هم نبود که ازشون طرفداری بکنه یا پناهشون بده. تظاهرات عید فطر آرام و بی حادثه گذشت، اما تزلزل دستگاه حاکمه را فرا گرفته بود و ارتش بت قره‌باغی حضور خود را در وزارت کشور نشانه بحران میدید. همون تشکیل خود دولت آقای شریف امامی به نام دولت اتحاد ملی شروع بحران بگیم، حالا نگوییم تشدید، شروع بحران در مملکت احساس شد و همونطور که من در کتاب هم اشاره کردم یکی از دلایلش همین برای خود من حضور خود من بود در اون دولت، کما اینکه بلا فاصله هم پنجم شهریور دولت تشکیل شد، روز 16 یعنی 11 روز بعد اعلان حکومت نظامی شد. Quand on veut créer son entreprise, on est vite perdu quand on entend. Cabis, dépôt de capital, statut, numéro SIRET. De quoi bien gâcher vos soirées. Rassurez-vous, Conto est là pour vous aider à y voir plus clair. Avec Conto, gérez facilement et rapidement les étapes de la création de votre entreprise. Et tout ça, 100% en ligne. Rédigez vos statuts, déposez votre capital, ouvrez votre compte pro et démarrez votre activité en toute simplicité. Rendez-vous sur conto.com pour créer votre entreprise.